شاید لازم بوده فقط یه شاسی رو فشار بده. چطور شده که دستگیر شده و موفق نشده کارش رو تموم کنه؟ این برا بازو سوال بوده. جالب عنایات رو ببینید. انتحاری تعریف کرده بود ما مأمور شدیم مثلا از نقطه آ بیایم نقطه بی و عملیات انجام بدیم. حرکت کردیم، خودمون رو رسوندیم به اون نقطه مورد نظر، ولی هر چی نگاه می‌کردیم کسی اونجا تو جاده نبود، زائری نبود. وایساده بودیم که کسی بیاد، جمعیتی تشکیل بشه که اون عملیات رو انجام بدیم، دستگیر شدیم. این درهایی بوده که اطراف اون شخص مملو از جمعیت بوده و اون اینا رو نمیدیده اصلا. تصرف تا این حد. فکر میکنید این همه حفاظت های ماورایی، حس و حال ماورایی امکان داره بدون دلیل باشه؟ باور بفرمایید این معجزات یکی و ده تا و صد تا و هزار تا نیست، بی نهایت. الا ماشاءالله. بسیاری از افراد رو دیدیم که تو شهر خودشون از راه رفتن معمولی عاجز بودن، ولی تو این جاده مقدس که اومده بودن کیلومترها طی طریق کردن بدون هیچ مشکلی. اگه بخوایم از معجزات اربعین بگیم، باید تا سال دیگه این موقع تعریف کرد، تمومم نمیشه. بپردازیم به اصل مطلب. چرا باید این زیارت اینقدر عنایت روش باشه، اینقدر شیرین باشه که هر کی یه سال اومد دیگه نتونه ترک کنه؟ تا به حال فکر کردیم این همه شکوه و جذابیت و عشق چه هدف خاصی داره؟ بذار اینجور بگم، قرنها پیش یه نسخه‌ای به ما رسیده که میتونسته باعث نجات همه عالم بشه، باعث یه تغییر اساسی میشده. تغییر یعنی چی؟ اگه بخوایم سادش رو بگیم، شما زندگی 200 سال پیش رو تو ذهنت بیار، امکانات 200 سال پیش رو تو ذهنت بیار، حمل و نقلشون، ارتباطاتشون، بهداشتشون چطور بوده؟ الانم نگاه کن. تصور کنید دنیا میخواد مجدداً 10 برابر این عوض بشه. 10 برابر مثلا یه جوری بشه برای درمان اصلا نیازی به دارو نباشه، یا اصلا بیماری نباشه که بخواد درمان بشه. تردد و رفت آمد یه جوری بشه اصلا نیازی به وسیله نقلیه نباشه. تو ذهنت گنده نیادون؟ قیافه روشنفکری به خودت نگیری یا؟ 200 سال پیش اگه میگفتن یه وسیله میاد 500 نفر سوار میشن یه ساعت از تهران میرن مشهد، هیچکی باور نمی‌کرد. اگه کسی هم میگفت نگاه عاقلا در صفحه بهش میکرد. 100 سال پیش اگه کسی میگفت آقا یه وسیله میاد اندازه کف دست، اون ور دنیا رو میبینی و صحبت میکنی، هیچکی باور نمیکرد. پس چیزی رو که الان نمیتونیم تصور کنیم انکار نکنیم. خاصه که اون مطلب کلام امام حسین باشه و فرزندان امام حسین. دنیا میخواد یه جوری بشه هیچ مرزی نباشه و در نهایت امنیت. اینقدر بارونای رحمت بباره که کم آبی که نباشه هیچ، تمام این کره خاکی همه بیابوناش هم سبز بشه. اقتصاد جهانی قرار یه جوری بشه، به جایی برسه که یه دونه محتاج تو سراسر عالم شما پیدا نکنید. یه همچین تغییر اساسی در انتظار دنیاست. میتونه هم خیلی خیلی نزدیک باشه. این تغییر میتونسته قرنها پیش صورت بگیره. نمیدونم، شاید ما شیعیان بی توجهی کردیم. ما نقشه گنج داشتیم، اونم نسخه بلاشک. بلاشک یعنی چی؟ یعنی اگر عمل میکردیم تموم بود کار، ولی عمل نکردیم و تبدیل شد به یه گره کور. این کسی که تو فلاکت باشه بدون تو ملکش یه گنجی هست، آدرسی هم داشته باشه، ولی هیچگاه تلاش نکنه برای کندن و در آوردنش. یه همچین آدمی ببینی بهش چی میگی؟ اون نسخه ای که نجات همه عالم دارونه چیه؟ اون نسخه روایتی بسیار عجیب از قوم بنی اسرائیل. بنی اسرائیل در برهه‌ای با یک چالش بسیار عظیم روبرو شد، وحشتناک به تمام معنا. تا اونجایی که تمام زنان باردار تحت نظر بودن و به محض تولد نوزاد، در صورتی که نوزاد پسر بود، کشته می شد. و از اون هولناکتر قابله های گذاشته بودن که به محض مطلع شدن به حمل مادر
یعنی میفهمیدن فرزند پسره، شکم مادر رو میشکافتن و فرزند رو از بین میبردن. تاریخ حد اقل کشتار تو این زمینه رو 70,000 کودک نقل کرده. یوزبهون امنا و یستن یونن ساوکو. بنی اسرائیل بیچاره شده بود، راه به هیچ کجا نداشت، زورشم به فرعون نمیرسید. کار که به اینجا رسید و قوم بنی اسرائیل کارد به استخون شد و در صدد چاره‌جویی بر اومد، میگه بین این قوم یه افرادی بودن که کد نجات رو به مردم دادن. حالا این کد نجات چی بود؟